دیوشش یکی از نواحی کلانترنی به ساحل کشاورزی مطابق شده جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، در نتیجه عملی سازی دستور هدایت های در پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بیان گردیده، دوره به دوره رشد و نمو می نماید. این نقطه در مجلس نوبتی اعضای حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه دیوشچیش این آموزش و عملی سازی پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مقام عالی قانونگذاری مملکت صدا داد. تاکید کردید که در استحصال 1,600,000 تن غله‌دانگی‌ها، زیاده از 1,000,000 تن کارتوشکا و 3,200,000 تن میوه و سبزیجات سال 2022 در جمهوری تاجیکستان استحصال گردیده، سهم کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری و ساکنان سربلند ناحیه دیوشیج نیز نظررس است. سال 2022 مجموع عمومی محصولات کشاورزی در ناحیه استحصال گردیده با 1,435,437,000 سامانه رسانیده شد که نظر به سال 2021 خیلی زیاد است. در این دوره از حساب پرثمر استفاده بری مزرعه های کشاورزی با کار انداختن زمین های از گردش کشاورزی برآمده و پرتو و لالمی بهتر نمودن حالت ملیاریتیوی مزرعه ها توفایل کافته و مورد استفاده قرار دادن ده ها عدد چاه های عمودی و بلند گرداندن بازدهی زمین ها در ناحیه 201,000 تن کارتوشکا 36,900 تن سبزیجات و زیاده از 11,000 تن پیاز خوش‌صفت استحصال کرده شد که امروز تامینگر فراوان بازارهای استعمالی شهر و نواحی تاجیکستان است. این عمل امکان داد که در نتیجه طی 5 سال آخر سرعت رشد سالانه استحصال محصولات کشاورزی در جمهوری تاجیکستان به حساب میانه در سطح 7% نگاه داشته شده 1.4 برابر افزایش یابد. در این زمینه توفایل آموزش و عملی سازی دستور هدایتی در پیام پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردیده، در تل و تپه ها و مزرعه های از گرچه کشاورزی برآمده با قوه کشاورزان همه شکل های خواجگی داری ناحیه دیوشتیج زیاده از 110 هکتار باغ نهالان میوه صادراتی و تاکزار انگور و مویزهای در جهان مشهوری که کشمش سیاه و سفید بنیاد کرده شد. در مجلس حساباتی اعضای حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه دیوشچیش همزمان دیگر پهلوی‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آمادگی‌ها جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با این وسیله باز هم بهتر گرداندن سطح زندگی و نیکو احوال ساکنان مورد آموزش قرار گرفت. ایرج فاضلوف از ناحیه دیوشچیش، جهان‌نما، خبر.